محصلین گرامی به ادامه بحث خوش آمدید. ما در کلیپ قبلی در مورد اسباب تحریک دوای جزایی صحبت کردیم و تقریبا 5 سبب که میتونه که کمک کنه در قسمت تحریک دوای جزایی به اساس ماده 56 قانون اجرای جزایی صحبت کردیم که یکی مشاهده جرم در انگام ارتکاب بود یا سایر عوامل جرم مشهود، دیگه استغاثه و طلب کمک نجات بود، اطلاع از وقوع جرم توسط افراد بود با یکی از مراجع عدلی و قضایی و ضمناً شکایت مراجع اشخاص بود، در مورد که گفتیم که تحریک دعوا منوط به شکایت باشه، یعنی در صورتی که جرایم چی باشه از جرایم از کاتگوری جرایم قابل گذشت باشه. و پنجمش هم درخواست مرجع رسمی که بحث توهین ادارات در ماده 61 و 62 صحبت کردیم. خب ششمی سببی که میتونه دعوا رو به تحرک در بیاره، اطلاع ادارات، مؤسسات و سایر اشخاص حکمی است مبنی بر وقوع جرم در صحه مربوط. در کنار از اینکه شخصیت های حقیقی و حقوقی یا افراد که مکلفیت دارن به اساس پاراگراف قبلی که از وقوع هر نوع جرم اطلاع پیدا میکنن به مراجع کشفی و مراجع تحقیق اطلاع بدن، این شکل شخصیت های حکمی همچنان این مکلفیت دارن که در ساحه اجراعات مربوطه خود اگر متوجه میشن که یک جرم به وقوع پیونده، مکلفیت دارن که اینه اطلاع بدن. مثلا یک مؤسسه است، در داخل مؤسسه یک جرم یا ای که فساد اداری یا ای که از هر دو جرائم دیگه به وقوع پیونده، قبل از اینکه ادارات کشفی از او اطلاع پیدا بکنه، پس مسئولین اداره یا همه مسئولین یا نمایندای شخصیت حکمی از این اداره مکلفیت دارن که از وقوع جرم به مراجع مربوط اطلاع بدن. هرگاه اطلاع ندادن به در قوانین افغانستان به عنوان کتمان کننده جرم و یا ای که کتمان کننده جرم قابل مجازات می باشن. یا مؤسسات، خب شخصیت های حکومی کیست؟ مؤسسات، نهادها و بعض از شرکت هایی که او شرکت ها توسط یک عهد مدیره یا ای که توسط به اساس یک جواز فعالیت دارن، بنابراین در صورت ارتکاب جرم اینا مکلفیت دارن این چی کنن؟ اطلاع بدن. هفتمین سببی که میتونه یک جرم به تحرک در بیاره، دعوا رو به تحرک در بیاره، مشاهده علائم و آثار جرم توسط سارنولیز. بعد اوقات خب هرچند ما قبلا صحبت کردیم که مرجع تحریک دعوای جزایی ابتدا اداره کشف است، چی در ساحه جرائم جنایی پلیس، در ساحه جرائم سازمان یافته امنیت ملی. اما در بسیار در بعض موارد خود سارنولی که مرجع تحقیق هم هست، اینا میتونن در صورت مشاهده بعض از آثار علائم جرمی اقدام به تحریک دعوای جزایی بکنن. یعنی ضرور نیست که انتظار ازی باشن که پلیس تا اقدام بکنه و این دعوا رو به تحرک در بیاره. به این قسمت ماده 59 قانون اجرای جزایی صراحت داره، میگه که سارنولی میتواند در حالات جرم مشهود یا جرم جنایت بعد از کسب اطلاع خودش به محل واقع بره و به مراجع مربوط کردیم پلیس است یا که مر مسئولین بررسی محل واقع است هدایات بده به خاطر اجرات لازمه و قانونی. بنان پس اینجا خود از یام مثل چی است؟ ارگان تحقیق و ناظر بر اجرات کشف میتونه که در صورت مشاهده یا اطلاع از وقوع دو نوع جرائم، یکی جنایت، یکی مشهود که قبلا گفتیم ما شما مطابق ماده 81 82 که مشهود کدام نوع جرائم است. هشتمین موردی که میتونه یک دعوا و تحرک در بیاره، این سبب نشر و پخش موضوعات مبنی بر ارتکاب جرم از طریق رسانه همگانی است. دوستان گرامی، نشر و پخش موضوعات مبنی بر ارتکاب جرم از طریق رسانه همگانی به دو شکل یا به دو طریقه میتونه که یک دعوا به تحرک در بیاره. بعض اوقات نشر و پخش یک موضوع از یک رسانه خود اطلاعی بر وقوع یک جرم است که در اینجا مسئولین کشف انتظار شکایت از مراجع یا از اشخاص نمی داشته باشند عاجل اقدام به تحریک دعوای جزایی میکنه.
البته در صورتی که جرایم از نوع جرایم قابل گذشت نباشه، که در او قبلا صحبت کردیم که شکایت شاکی شرط باشه. و دومین حالت حالت است که بعض اوقات از طریق نشر و پخش یک مطلب، یک برنامه، یک موضوع، خود رسانه یا امو کارمنده که رسانه مرتکب جرم میشه. به گونه مثال یک برنامه را یک از رسانه ها ثبت میکنه، در حین ثبت و نشر ازی، در وقت نشرش، خود همه محتوای نشر ازی چی است؟ نشان دهنده وقوع یک جرم است، یا توهین به یک شخص است، یا توهین به یک اداره است، یا نسبت دادن یک جرم به کس است که اثبات کرده نمیتونه، یا بحث افترا است، یا بحث اطلاع کذب است، از مصادیقی که در قانون جزا پیش بینی شده از این موارد است. بنابراین دو حالت میتونه که یک دعوا را تعرض در بیاره. در حالت اولش ما گفتیم که اگر یک مطلب از چی از طریق صفحات مجازی، چی از طریق مطبوعات نشر میشه، فرض کنید یک زمان روزنامه 8 صبح چند سال قبل روزنامه 8 صبح یک مطلب نشر کرد در مورد فساد گسترده در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان. این یک اطلاع بود. کسی در مورد فساد گسترده شکایت و مراجع تحقیق و کشف نکرده بود. اما مراجع تحقیق یعنی سازمان دوستان ملی افغانستان با نشر پخشی مطلب اقدام بچی کردن، تحریک دعوای جزایی کردن، تحقیق شروع کردن، هرچند کسی رسما شکایت نکرده بود و جرم مشهود هم به وقوع نپیوسته بود. یا به گونه مثال شما دوستان گرامی به یاد دارین که یکی از روزا وزیر در کابینه قبلی آقای کرزی، وزیر مالیه به پارلمان خواسته شد، در جریان صحبت‌های خود در پارلمان 5 نفر از اعضای پارلمان از اعضای ولسی جرگر متهم به یک جرم کردند. گرچه اون موضوع از مطبوعات نشر شد، وزیر کدام شکایت یا درخواست کتبی مراجع ثبت نکرد که جرم کردند، اما به فرداش اداره لوسارن ولی اقدام به چی کردند؟ تحریک دعوای جزایی کردند، اقدام به آغاز تحقیق کردند و این پروسه را تحت تحقیق و بررسی‌های خود قرار دادند. خب و بحث دوم شما گفتیم که خب مثلا به بحث دوم یا به ارتکاب جرم از طریق نشر مطالب و برنامه های مشخص، شما دوستای گرامی بعض از برنامه های انتقادی رو میبینید که از نشرات تلویزیون ها نشر میشه، و یا اینکه بعض از برنامه های تحقیقی رو میبینید. مثلا یک وقت برنامه دهلیز ها یک برنامه از تلویزیون طلوع بود که در بعض موارد خود ناگانه مرتکب بعضی از تخلفات و جرم میشد که قابل تعقیب بود و حتی موارد از این موضوع در نهادهای عدلی و قضایی هم تعقیب شد. آخرین موردی که میتونه سبب که میتونه یک دعوا رو به تعرق در بیاره، اظهارات شخص علیه خودش است. و چی معنا؟ شخص خودش میره به اداره کشفی یا تحقیق، اظهار میداره و اقرار میکنه مبنی به اینکه اعتراف میکنه و میگه که من مرتکب یک جرم شدیم. پس ادارات کشفی و تحقیق با در نظر داشته اینمی اعتراف از این شخص اقدام به چی میکنن؟ تحریک دعوای جزایی میکنن، آغاز میکنن روند بررسی های عدلی ده. اما دوستای گرامی یک موضوع به خاطر داشته باشین که اعتراف شخص نسبت به یک موضوع به ادارات کشف باید چی داشته باشه؟ بعضی از شرایط داشته باشه. مثلا اول اعتراف شخص مکذب ظاهرالحال موضوع نباشه. به چی معنا؟ به این معنا که وقتی که شخص میه به موضوع اعتراف میکنه که ما این کار کردیم، عقل این قبول بکنه که این شخص توانمندی کار داره و عقل این قبول بکنه که وقوع نمی جرم یا امی چیزی که اعتراف میکنه امکان پذیر هست. مثلا اگر یک شخص میه یک جوان 15 ساله یا جوان 20 ساله ادعا میکنه که من 6 نفر از افراد به تنهایی خود چیز اختطاف کردم و او نزد ما موجود است، در حالی که توانمندی از این شاید به تنهایی بدون همکاری کسی دیگه نباشه. یا بگونیم مثال، شخص ادعا میکنه که
خودش سنش 20 سال است، ادعا میکنه که امی مرد 25 ساله یا 30 ساله پسرم است، یا اعتراف میکنه به چیزی که اصلا به وقوع نپیوسته. پس این حالت اولی است که اعتراف مکذب ظاهر الحال نباشه. موضوع دوم، دوستان عزیز، در حالت ساعت عقل باشه، مریض نباشه، مشکل نداشته باشه. و سوم، اعتراف به منفعت نباشه. به منفعت یعنی نسبت به اینکه یک شخص دیگر از تعقیب عدلی نجات داده باشه، و یا اینکه ذهنیت توجه نهادهای کشفی را از چی است اصل فاعل موضوع دور داشته باشه، این اعتراف به موضوع میکنه که منفعت دارد یا قابل قبول نیست. پس این نو سبب میتونه دوستای گرامی یک دعوا را به تحرک در بیاره که نو سبب صحبت کردیم. خب دوستای گرامی، بعض اوقات تحریک دعوای جزایی علیه بعض از اشخاص که از یک منصب، از یک موقف، از یک جایگاه وظیفوی چی هستن برخوردار هستن، مانند افراد عادی نیست که به اساس ماده 56 که پیشتر ما شما صحبت کردیم، این نوع سبب نمیتونه که او دعوا را به تعرض دار بیاره. چرا؟ به خاطر از اینکه از نظر قانون دارای بعضی از مسئولیت های شکلی هستند. البته مسئولیت های شکلی به مفهوم از اینکه اجراءات تعقیب عدلی از اونها تابع چی است؟ یک سلسله قیودات و شکلیات خاص است. هرچند هیچ کسی، دوستای گرامی، هیچ کسی از تعقیب عدلی یا از محاکمه و مجازات یک جرمی که میکنه در امان نیست. هر شخص مطابق قانون به شمول رئیس جمهور از جرم خود باید پاسخ بده و او تعقیب عدلی بشه. اما اینجا بحث ما بیشتر در پروسیجرهای شکلی است که مثل افراد عادی قابل تعقیب عدلی نیست. که تحریک دعوای جزایی علیه اشخاص تابع یک سلسله قیودات و شکلیات خاص است که از این جمله ما سه کاتگوری را به عنوان نمونه بش خدمت شما میگیم و بعضی از مفراد دیگه هم وجود داره، که یکی قضات است، سارنوالاست و اعضای مجلسین شورای ملی است. اول تحریک دعوای جزایی علیه قاضی متهم به جرم. به اساس ماده 133 قانون اساسی افغانستان، وقتی که قاضی به انسلاخ قضایی رسید و صلاحیت قضاوت از رئیس جمهور کسب کرد، دارای مسئولیت شکلی است. و ماده 131 قانون اساسی افغانستان میگه که هرگاه قاضی به ارتکاب جرم متهم شود، ستر محکمه مطابق قانون به حالت قاضی رسیدگی میکنه. ابتدا چی این جرم از نوع جرایم وظیفه‌ای باشه، چی این جرم از نوع جرایم غیر وظیفه‌ای باشه. پس از استماع دفاعش، در صورتی که سر محکمه اتهام وارد بدانه، پیشنهاد عزلش به رئیس جمهور پیشنهاد میکنه و تقدیم میکنه. بعد از منظوری از طرف رئیس جمهور، قاضی متهم از وظیفه عزل میشه، اینال تشریف تحت محاکمه قرار میگیره. محاکمه قاضی متهم به جرم در حالت جرایم وظیفوی غیر وظیفوی بعد از اینکه رئیس جمهور عزل میکنه متفاوت است. چرا؟ خب در جرایم وظیفوی که ماده 91 قانون تشکیل صلاحیت محاکم شکلیاتش مشخصلا بیان کرده، رسیدگی قضایی به این شکل است. اولی که میگه قاضی نمیتونه بدون حکم رئیس جمهور گرفتار، توقیف یا تعقیب بود، جرم مشهود از حالت مستثناست. بدون در حالت جرم مشهود بدون اجازه ما گرفته میتونه شخص قاضی. بعدا چی باید بکنیم؟ پس هرگاه جرم قاضی ناشی از وظیفه بود، یعنی جرم ارتکابیش وظیفوی بود، ناشی از اجرای وظیفه‌اش بود، بعد از اینکه صادر میشه امر تحقیق از جانب رئیس سر محکمه، یعنی هدایت میده که شما میتونید اینکه چی کنین؟ تحقیق بکنین، بررسی بکنین. عهد تفتیش چی از سر محکمه موضوع رو تحقیق میکنه و تحقیق میکنه با همکاری چی؟ اداره کنترل مراقبت قضایی. وقتی که دوسیه رو تکمیل کرد، ترتیب کرد، دوسیه رو ترتیب کرده و تدقیق مطالعات روان میکنه. تدقیق مطالعات مطالعه میکنه، دقیق او را پیشنهاد اهنان اینجا انفصال محقت قاضی را به کی پیشنهاد میکنه؟ برای سر محکمه. چرا؟ دوستای گرامی، پیشتر ما در ماده قانون اساسی هم گفتیم، در این ماده هم گفتیم که تا قاضی از وظیفه عزل نشه، پس اینجا ما ملاحظه میکنیم که ما دو نوع عزل داریم، یکی عزل موقت داریم، یکی عزل دائمی داریم. که عزل موقت از جانب خود رئیس سر محکمه صورت میگیره، عزل دائمی از طرفی که صورت میگیره رئیس جمهور. پس در صورتی که اتهام به قاضی وظیفه وارد بود، چی است؟
تفتیش سرمحکمه بررسی میکنه، دوسیش ترتیب میکنه و تدقیق مطالعات میده. تدقیق مطالعات ریاست تدقیق مطالعات پیشنهاد عزل موقتش از قاضی قضات میکنه. وقتی که عزل موقت شد، عالی چی میشه؟ شورای اینجا به موضوع رسیدگی میکنه. شورای کدام اداره؟ سرمحکمه که نو متشکل نو نفر قاضی است به شمول رئیس سرمحکمه، این رسیدگی میکنه. فقره سیش چی میگه؟ شورای سرمحکمه بعد از ملاحظه اوراق و استماع دفاع وی در صورت که تام وارد باشد، انفصال قاضی موقت وی را به سود تصویب و مطابق با حکم ماده 130 قانون اساسی افغانستان عزل قاضی را از حضور جمهور حاصل میکنه و قاضی به محاکمه سبب میشه. پس وقتی که انفصال موقت رئیس سرمحکمه صادر کرد، اینجا فرد قاضی با دوسیه مربوطش به شورای عالی سرمحکمه حضور پیدا میکنه. شورای عالی سرمحکمه ابتدا صحبت ها و بیانات قاضی متهم استماع میکنه. اگر بیانات دفاعات قاضی متهم تانست که قناعت اعضای شورای عالی سرمحکمه را فراهم بسازه و بیگناهی ثابت شد بدون از اینکه به محاکمه سوق داده شده، پس قاضی متهم میره به طرف وظیفه خود. ارگاه ای اتهامات وارد نبود، پس این چی میکنه؟ شورای عالی سرمحکمه عزل معقد شرف میکنه، پیشنهاد عزل دائمی شه بس که میکنه برای جمهور میکنه. وقتی که رئیس جمهور پیشنهاد عزل دائمی شه منظور کرد، قاضی از وظیفه منفصل میشه، عزل میشه، به محاکمه سوق میشه. مرحله چهارم، محاکمه متهم توسط شورای عالی سرمحکمه صورت میگیرد. طرز رسیدگی مجازات و سایر مسائل مربوط در سند تقنین جداگان تنظیم میگردد. یعنی به این معنا که در اینجا محاکمش از طرف کی؟ خود شورای عالی سرمحکمه صورت میگیره، از محکمه محل وقوع جرم صورت نمیگیره. دوستای گرامی، ولو قاضی جرم مورد اتهام در یا اتهام در بلد بادغی صغور فرا مرتکب شده باشه، اما جرم وظیفه ای قاضی باشه، ای از طرف شورای عالی سرمحکمه رسیدگی میشه و صلاحیت رسیدگیش از او شوراست. اجراءاتش چند مرحله ای است؟ این اشاره میکنه که یک مرحله است. فقط یک مرحله اجراتش تکمیل میشه و دیگه اجرات مرحله استینافی و تمیز ما نداریم دوستای گرامی. پس این رسیدگی جرایم وظیفوی قاضی بود به اساس قانون تشکیل صلاحیت محاکمه قضایی و همچنان قانون اساسی. خب یک اداره است به نام اداره تحقیق چی است؟ اداره مراقبت قضایی در سر محکمه. این وسیله چی داره؟ مسئولیت کشف، مسئولیت چی است؟ خب رسیدگی جرم وظیفه به قضات داره و احکام قضایی در مورد قاضی چی میکنه؟ تنفیذ میکنه. اداره مراقبت قضایی وظایف خود را تحت تاثیر رئیس سرمحکمه در همکاری با اداره کشفی تحقیق ایفا میکنه. این اداره تحقیق جرم وظیفه به قضات با عهده داشته، احکام قضایی در مورد قضات در مورد تنفیذ قرار میده. یعنی به این معنا که پلیس جرم وظیفوی قاضی کدام اداره است؟ اداره کنترل مراقبت قضایی سرمحکمه. از دوستای گرامی، خب البته جرایم غیر وظیفوی چگونه است؟ دوستان گرامی، جرایم غیر وظیفوی قاضی تا یک مرحله مثل جرایم وظیفوی قاضی است. هرگاه جرم یک قاضی به جرم غیر وظیفوی متهم شود، مثلا قتل، مثلا سرقت، حادثه ترافیکی یا هر جرایم دیگه مرتکب شود، خب اجراءات در جرایم مشهود و غیر مشهود متفاوت است. در جرایم مشهود بدون اجازه رئیس جمهور، قاضی القضات، رئیس جمهور شخص گرفتار میشه و بعدا اجراءاتش از تایید اجراءات از طرف از اون گرفتار گرفته میشه. در جرایم غیر مشهود اجراءات گونه ای است که جرم وقتی که به وقوع پیونده اطلاع ازی از طرف ادارات مربوط به سرمحکمه ارجاع میشه، تفتیش سرمحکمه دوسیش ترتیب میکنه، به تدقیق مطالعات میده، تدقیق مطالعات پیشنهاد عزل معقدشه و قاضی القضات پیشنهاد میکنه. وقتی که پیشنهاد کرد ای را او منظور کرده عزل معقدشه، قاضی متهم با دوسیه مربوطش به شورای عالی عذر پیدا میکنه مثل جرایم غیر جرایم وظیفوی. از این سوال میشه و در صورتی که دلایل و اتهامات ای به اساس دلایل مطبوع وارد چیز رد کرد و دفع کرد از خود، قاضی پس به وظیفه حاضر میشه. صورتی که اتهامات وارد بود، اینجا شورای عالی سرمحکمه چی میکنه؟ پیشنهاد عزل دائمی شه به رئیس جمهور میکنه و رئیس جمهوری فرد از چی؟ از وظیفه
عزل میکنه. خب وقتی که عزل کرد، اینی دیگه تفاوت رسیدگی شکلیاتی قضایای جرایم وظیفوی و غیر وظیفوی قضات متفاوت میشه. پس این چی میشه؟ قاضی متهم با دوسیه مربوطش به محکمه یا به اداره سارنوالی محل وقوع جرم احاله میشه، هر جایی که محل وقوع جرم بود. اونجا با فرد قاضی منعنس یک فرد عادی جامعه برخورد میشه. اجرات محاکماتیش سه مرحله ای است. صلاحیت محاکمش هم از صلاحیت کدام محکمه است؟ محکمه محل وقوع جرم است دوستای گرامی. خب اینجا گفتیم که حالتش یه سه مرحله دیگه پیشنهاد کرده. سر محکمه در ابتدا به حالت قاضی رسیدگی میکنه، دلایل دفاع از در مقابل اتهام استماع میکنه، در صورتی که پیشتر گفتیم که اگر اتهامات وارد نبود دوباره قاضی به وظیفه خود میگه، در صورتی که اگر وارد بود مرحله دیگه شروع میشه. چی میشه؟ سر محکمه وارد بودن پیشنهاد عزل قاضی رو برای جمهور میکنه و او را از انسلاک قضایی رفع میکنه. بعد از او بر اساس ماده 132 قانون اساسی افغانستان پیشنهاد سر محکمه منظور میشه و برای جمهور چی میشه؟ او را ترد میکنه. و بس سومش اگر قاضی متهم به جرم جمهور عزل شد، وظیفهش منعیس یک شخص عادی میشه، بعدا مطابق قانون تحریک دعوای جزایی و جمع‌آوری دلایل اثبات و صدور حکم از صلاحیت محکمه محل وقوع جرم از دوستای گرامی. خب در قسمت سارنوالی دوستای گرامی، رسیدگی به جرائم سارنوالا مثل قضات تابع یک شکلیات و قیودات خاصی نیست، اما سارنوال در حین اجرای وظیفه دارای مسئولیت از دوستای گرامی. رسیدگی به جرایم یا تخلفات و جرایم وظیفوی سارنوالی و جرایم غیر وظیفوی سارنوالی در جریان حین اجرای وظیفه تابع اصل شکلیات است. چگونه؟ در صورتی که اگر جرم مشهود باشه یا بدون اجازه و بدون استئذان ما مقامات کشفی میتونه شخص متهم گرفتار بکنه که سارنوال است، و بعدا پیشنهاد تاییدیش یا اینکه ادامه توقیفش به لو سارنوالی بکنه. اگر با جرم مشهود نبود، باز ارگان کشفی پیشنهاد توقیفی شخص به اداره لو سارنوالی میکنه. لوی سارنوال با صلاحیت داره که او را منظور کنه یا منظور نکنه و برعکس برش بگه که بدون گرفتاری و توقیف میتونی که تو اجرات تعقیب دوسیه را در قبال سارنوال چی کنی؟ رسیدگی بکنی. به اساس قانون تشکیل صلاحیت سارنوالی در جرایم وظیفوی سارنوالا اجرات گونه ای است که اجرات، خب اگر جرم مشهود بود خود اجرات صورت میگیره، شخص توقیف میشه، اگر نبود دوسیه ترتیب میشه، به اداره تفتیش روان میشه، تفتیش بعد از بررسی های خود را روان میکنه به مرجع مربوط غرض رسیدگی. دوستای عزیز، پس سارنوال تنها حین اجرای وظیفه، او هم تنها از توقیفی مسئول است. و پس سومین کاتگوری افرادی که دارای مسئولیت است اعضای مجلسین است، اعضای مجلس حین شورای ملی که شامل ولیسی جده و مشران جرگه میشه. این شامل اعضای شورای ولیتی دوستای گرامی نمیشه. بحث مسئولیت های پارلمانی یکی از بحث های بسیار مهم در حقوق اساسی کشورها است. امروزه تمام کشورها ای در قوانین اساسی خود و در حقوق اساسی خود بحث مسئولیت های پارلمانی را دارن. البته در کشورهای نظر به امو احکام قانون اساسی متفاوت است. در افغانستان ما و شما همچنان بحث پاسونیت های پارلمانی در مواد 101 و 102 قانون اساسی افغانستان به عنوان یک اصل پذیرفته شده قانونی این مورد حمایت قرار گرفته و در او در ماده 101 و 102 قانون اساسی افغانستان اشاره میکنه که اعضای مجلس شورای ملی دو نوع مسئولیت دارند. یکی مسئولیت شکلی که تعقیب عدلیشان تابع اکسس شکلیات خاص است، یکی مسئولیت چی است؟ از تعقیب عدلی. مسئولیت از تعقیب عدلی مفهوم از این داره که یعنی در صورتی که اگر خود عضو پارلمان مرتکب یک جرم هم میشه، اینجا رسیدگی قضایی از این شخص چی نمیشه؟ مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیره، بلکه دارای چی است؟ از مسئولیت برخوردار از دوستای گرامی. چی میگه؟ ماده 101 میگه که اعضای مجلس شورای ملی چی است؟ دارای مسئولیت ماهی و متنی و شکلی است. که در اینجا میگه که قانون اساسی ماده 101 میگه که هیچ عضو شورای ملی
هیچ عضو شورای ملی انگام رأی یا نظری که پیرامون چی میتن پیرامون یک موضوع ارائه میکنن قابل تحقیق مورد تعقیب علی قرار نمیگیرن. دوست عزیز، اما شرطش چی دانسته؟ شرطش این اجرای وظیفه دانسته و ضمناً خب دوست گرامی شرطش چرتش چی دانستن؟ شرطش هی دانستن که این اجرای وظیفه باشه و موضوع مربوطه مربوط به وظیفه باشه. یعنی به این معنی که این شرط که اگر عضو شورای ملی در جلسه رسمی که ساعت آغاز و ختم داره پیرامون یک موضوع و پیرامون یک بحث که در اونجا مطرح میکنه بعدا مورد تعقیب علی قرار نمیگیره. چرا؟ اینجا این مسئولیت به خاطر این اعطای مسئولیت به خاطر از این است که تا اعضای شورای ملی که نماینده های مردم هستند بتوانن که به صحبت ها اجراعات و تمامی خواست های موکلین خود با بسیار جرأت و بدون کدام ترس و حراس اونجا مطرح بکنن و او را تعقیب بکنن. و بحث دیگه دوستای گرامی چی است؟ مسئولیت شکلی است. مسئولیت شکلی به این معنی است که اگر مرتکب جرم شد مثل قضات تابع اکثر شکلیات خاص است گرفتاری و تعقیب عدلی از اونا گونه ای است که خب ماده 102 قانون اساسی چی میگه؟ میگه هر عضو شورای ملی با جرم متهم شود مأمور مسئول از موضوع به مجلس که متهم عضو آن است اطلاع میده و متهم تحت تعقیب عدلی قرار میگیره. این اجراءات اولش. اگر جرم مشهود بود مأمور مسئول بدون اجازه مجلس اجراءات خود را میکنه، شخص تعقیب عدلی میکنه، گرفتار میکنه. و اما در هر دو حالت، چی در حالت اول چی در حالت دوم، هرگاه وقوع جرم و تعقیب عدلی خود شخص متهم که عضو شورای ملی است قانونا ایجاب گرفتاری بکنه، پس ارگان مسئول مکلف است اگر گرفتار کرده بود تعیین گرفتاری خود از عمو مجلس مربوطه بگیره و اگر گرفتار نکرده بود پیشنهاد گرفتاری را توقیفش از مجلس مربوطه داشته باشه. میگه در هر دو حالت هرگاه تعقیب عدلی قانونا توقیف را ایجاب کند مأمور مسئول مکلف است که موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط چه کنه برسونه تصیبش بگیره. اما دوستان گرامی در این متوجه باشین در ماده 102 قانون اساسی افغانستان تنها محدودیتی که به مأمور مسئول ایجاد شده و متوجه هزی است بحث چی است؟ بحث اجازه توقیف است. اما تعقیب عدلی از این موضوع، اما رسیدگی قانونی موضوع بدون اجازه مجلس هم میشه. تعقیب عدلی تحریک در اجازه بالای از مجلس که در صورتی که چنین جرایم مرتکب شود تابع اجازه مجلس نیست، تنها توقیفیش. اگر در صورتی که اگر مجلس در وقت رخصتی بود تعطیلی بود با چی کار میشه؟ اگر اتهام در انگام تعطیل شورای ملی صورت بگیرد اجازه گرفتاری یا توقیف از هیئت اداری مجلس مربوط حاصل میشه و موضوع به خاطر تاییدی و نخستین جلسه مجلس که دایر میشه چی میشه؟ جهت عقض تاییدی احاله میشه. دوستای گرامی که وقتی که دوباره مجلس به جلسه خود چی کرد؟ جلسه دایر شد. پس به این نتیجه میرسیم که دوستان عزیز که اعضای مجلس هم دارای دو نوع مسئولیت است گفتیم، یکی مسئولیت شکلی، یکی مسئولیت از تعقیب عدلی. مسئولیت شکلی در صورتی که اگر مرتکب جرم شود اجراءاتش به این گونه است مطابق ماده 102 قانون اساسی افغانستان. مسئولیت از تعقیب عدلی پیشتر مطابق ماده 101 قانون اساسی افغانستان گفتیم که این اجرای وظیفه در مجلس از رأی یا نظری که میده مورد تعقیب عدلی قرار نمیگره. ای بود جلسه بحث ما در جلسه فعلی. تا جلسه آینده بدرود.